هیو واتس اپ گایز، من صابرم، خیلی چاکرم به چنل خودتون، یعنی صابر ادونچرز. خوش اومدید. ما اومدیم با یه ویدیو ریاکشن دیگه اما متفاوت و فان. اومدیم به سوتی های افسانه ای، یعنی استاد جواد خیابانی ریاکشن بریم. سوتی هم که نیست البته. چیه پس؟ سوتی اون اینه که تو حواست نباشه یه چیزی رو بگی، ولی ایشون حواسش هست، دانسته سخن میگه. کلمات قصار. آره خدا، جملات قصار میگه، راست میگه خودش. یعنی میدونه داره چی میگه، ولی خب قصار دیگه. خب و اینکه اینم بگم، من جواد خیابانی خودش قلبن، یعنی من نه تنها من، کل مردم ایران فکر کنم اینو قلبن دوستش دارن. دوستش دارم، واقعا آدم شریفه. خیلی. ولی خب دیگه این جملات قصار چیزی که انکار ناپذیره. ما اومدیم یه ریاکشن بزنیم ببینیم آقا چیکار کرده جدیدن. یه کوچول بریم بیایم، یه 8 ثانیه بریم بیایم، بعد ببینیم چیکار کرده جواد خیابانی. Are you ready? Yes. Are you ready? 3 2 1 Let's go. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، همین الان سابسکرایب بزنید تا دیر نشده. تموم شد. لایک هم بکوبید اون وسط. نمیدونم چرا نمیگم، من میگم فکر کنم نگم بهتره. نگو. دوبار نگو شاید لایک کنن. آقا من میگم سابسکرایب نمیکنید، لایک هم میگم نمیکنید، کامنت هم میگم نمیذارید و زنگوله هم روشن نکنید که از ویدیو جدید مطلع نشید. ولی خداییش بکنید. دمتون گرم. آقا بریم. بریم. ببین آقا جواد خیابانی چی کار کرده. 3 2 1 Let's go. خب آماده بی؟ بریم. دوباره کیروش برانکو به نظرتون کدوم درست بودن؟ من بین کیروش و برانکو حشمت مهاجری رو چرا آخه؟ چرا بین نفر یک و دو نفر سوم انتخاب کرد؟ اصلا گزینه سومی نداشت. فقط علیزیا. یا علیزیا رو دیدی درست بودن؟ من بین کیروش و برانکو حشمت مهاجری رو انتخاب کردم. الحمدلله. خوش کرد. شیت. خیلی خوب بود. بریم بعدی. پشماش ریخت طرف. نمیدونی چی بگه. سنه آسته شه. جای فکر داره اینا. جمله قصارشه. تو چند سال، تو اون چند سالشه؟ من 22 سالم فکر کنم، اشون 28 سالشه. تو چند کیلی، اون چند کیلوه؟ من 100 و جفتم دسته فوق سنگینه، فکر 10 کیلو من اختلاف وزنی دارم. 10 کیلو اختلاف وزن داری. تو چند کیلو زدی، اون چند کیلو زد؟ من 441 زدم، ایشون 448 زدن. تو 488 اومد. 3 سال دیگه تو چند خواهی زد، او چند خواهد زد؟ والله این نمیدونم دقیقاً. بیچاره خندش میگه والله نمیدونم. از کجا باید بدونه که آقا 3 سال دیگه چقدر، حالا خودش شاید بدونه. اونو چه جوری میخواد بدونه؟ بعد بزنه. چرا؟ بعد بگه، بعد جواب خیابانیو بده. 3 سال دیگه. خیلی خوب. تو چند کیلویی؟ تو کیلوی خودتو نمیدونی؟ بعد چند کیلو رو بزنی؟ شیت. روزی و روزگاری در کارزار مستی کشتی گرفت یه دستی. What the fuck. میدونی یاد چی افتادم؟ پول آب را میدهیم، پول گاز جده. در کارزار مستی کشتی گرفت یه دستی. چرا؟ وای او مای گاد، اینا را کجا بودن؟ اونه بهزادی عاشق دو چیز بود، خودش به هم میگفت. یک، امیرالمومنین علی علیه السلام. دو، ایران. به همین خاطر اسم دو فرزند خودش رو گذاشت علی و شما. چه رفتی داره؟ چرا شاهین؟ علی اوکی، علی من علی اوکی. ایران چرا چون اسم فارسی بود؟ بگذاریم، بیا خیلی نریم توش، دیوونه میشیم. این ببین به قرآن، آقا اینجا باتخیم منطقه خودشو داره. آره واقعا منطقه خاص خودشو داره. ما نمیفهمیم، از درک، از ادراک ما خارجه. واقعا واقعا ما شعورمون نمیده.
بازی پرسپولیس و تراکتور روی دروازه توپی که راهی کورنر میشه اخباری داد و هوار میکنه سر بازیکنان خودی. پرسپولیسی هایی که با لباس مشکی در واقع قرمز پوشان پای تخت که حالا با لباس مشکی به این بازی اومدن، مشکی پوشانی که قرمز پوشن، قرمز هایی که پرسپولیسن و پرسپولیسی هایی که قرمز نیستن، مشکی هن، مشکی و قرمز در مقابل هم تراکتور سازی و چی داره میگه؟ چی داره؟ من هم ببین من یعنی مثلا هنگووری پشمام مشکی پوشایی که قرمزن، قرمز هایی که مشکی نیستن و پرسپولیسی هایی که مشکی هن. چی داره میگه؟ What the fuck؟ تحلیلای اضافه میگنه کی به این بازی اومدن؟ مشکی پوشانی که قرمز پوشن، قرمز هایی که پرسپولیسن و پرسپولیسی هایی که قرمز نیستن، مشکی هن، مشکی و قرمز در مقابل هم تراکتور سازی و پرسپولیس. پیروانی میانه میدان پشمام. فکر کنم منظورش این بود که پرسپولیسی ها قرمز هم ولی مشکی پوشیدن تو این بازی، اینو میخواست بگه. واو تمام چرا اینقدر سختش کردی؟ مثلا لقمه رو ببین از اینجا مثلا بیاری، از اینجا هم نه، اصلا از پشت تو بیاری بکنیدن همیشه همینجوری. خوبه که آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه. غرور زندگی بکنی ولی مغرور نباشی. خب به نظر من میتونه آدم از خودش راضی باشه ولی از خود راضی نباشه. من اگر بد بودم اون موقع هم بد بودم، اگر هم خوب بودم اون موقع هم خوب بودم. اگر سعی نکنی که عوض بشی، مجبوری عوضی بشی. وقتی که عوضی میشی دیگه بد میشی. بهتره که اتفاقا عوض بشی. این که دیگران قضاوتت میکنن، قضاوتت میکنن. یه نفر نوشت، یه نفر خوند. بازم نوشت، بازم خوند. اونی که نوشت، مرد. اونی که میخوند، موند. حالا من مینویسم، تو بخون. من میمیرم، تو بخون. چه میکس خفنی باشه حوزه. آدم ام باشه ولی نباشه. آدم گوسفند باشه ولی نباشه. نه نباشه. چرا چه جوری؟ گوسفند باشی ولی گوسفندی نباشی. سلطان قافیه بازی الا مثلا بعد رپر میشد. میگه کتاب نوشته این. واقعا؟ آره بابا کتاب. فکر کن حالا تو کتابش یعنی بخونی کامل دیوونه میشی. با این اصلا. میزه یک سرکله خود. بچه ها خاک عالم تو سر من. نه دورش جونش. آقا دقت کرده، این یه فکته، یعنی واقعا چیزیه که اکثره چه پسر چه دختر بهش رسیده تو روابط. یعنی با دختره وقتی دوستی خب، یا با پسره حتی، یعنی برعکس، یعنی دو حالتش هست. بدترین شکل ممکنشه، بدترین نمیدونم موقعیت پولی و شغلی ممکنشه. وقتی باش کن نمیدونم چی میشه، چی دختر خوشگل میشه، پسر پولدار میشه، کلا فردای همون کات همه چی برعکس میشه. چجوری؟ آره چجوری میشه؟ من نمیفهمم واقعا. من نمیفهمم. آره نمیشه بودی وقتی اکس هم باشه. خاک عالم تو سر من. خاک عالم تو سر من. شیت. اصلا ببین توی ورزش ما دو حالت داریم، یا میبریم یا میبازیم دیگه. یه حالت سوم وجود داره، چیه؟ اونم مساویه. خیلی از مساویام یا باخته یا برده. یه تیم مساوی میکنه میره بالا، یه تیم مساوی میکنه میبازه، درسته؟ پس یا بازم برده یا باخته دیگه، ورزش همینه. یعنی اینو هیچ وقت اون آدم سابق نمیشه دیگه. آقا این گفت ورزش دو حالت داره، شش حالت در آورد. چرا؟ واقعا انقدر خیلی واضحه به نظرم همه چی. گرخی طرف راست میگه ها. راست میگه. خب چرا میگه دو حالت؟ آقا نگو دو حالت. ورزش چند حالت داره؟ یاد چیز افتادم، معلم ها چیزی که درس میدن، چیزی که تو امتحان میاد، دو حالت دارم، پنج حالت داره. خیلی خوبه. What the fuck. فرمانه گوشه روانی شد بسه دیگه. عزیز خوب من که تصویرت تو شبکه سه پخش شد، داشتی سیگار میکشیدی، تو رو خدا به من زنگ بزن. فقط من شماره شما رو ندارم. خب من خودم بهت زنگ بزنم. خب بعد شما شماره منو داری؟ اس ام اس کن دیگه واسه. آها راست میگی، دست به درد نکنه. میا راست. What the fuck. راست چجوری زنگ زدی؟ لابد داشته شمارش. این میکسش بامزه تر بود. خوبی؟ آره بریم. خیلی حال میده. تو المپیک پکن
من قبل از اینکه برم اونجا خب میدونستم که بالاخره سخت دیگه، رفتم یه دوره فشرده کلاس زبان چینی، هیچی هم یاد نگرفتم تو فرودگاه پکن پیاده شدیم، گفتم که خب الان دارن میان دیگه، میزبان های ما دارن میان، داشتم این بامبا میکردم که چی بگم چجوری شروع کنم این چینیه رو به این، دیدم از اون طرف یه دختر خانمی با یه آقا پسری، سلام آقای خیابانی، امیدوارم به پکن خوش اومده یعنی بلد مگه روباته؟ سلام آقای چینیه، خب مگه روباته؟ لامصب. اوه مای گاد. اوه مای گاد. اوه مای فاکینگ گاد. خودت دیگه داش. بلد بودن فارسی. اون بلد بود زبان منو فارسی تر از من حرف می‌زد. بعد آقای کریمی چرا اینجوری شده بود؟ چرا؟ گفت ما سال 2001 وقتی فهمیدیم 2008 میزبان المپیکی من و این خانم که خواهر من آمدیم تهران نازی‌آباد دو سال اقامت کردیم نازی‌آباد که بتونیم با فرهنگ شما آشنا بشیم. چرا خب؟ نازی‌آباد چرا؟ حالا چرا نازی‌آباد؟ آقا نازی‌آباد اونجا خفتشون میکنن قطعاً. با فرهنگ ما میخواستن آشناشن با فرهنگ ما خب برن سعادت آباد آشنا بشن یا بیان پیروزی هستن والا پایین بالا نداره همه جای تهران سرای برو بریم همه جا پیروزیه ایوانکو برانکوویچ شاید با توجه به حضور زیادش در فوتبال ایران نامش از ایوانکو به ایرانکو هم باید بکنه بعد نباشه به حال اون سال هاست چه به عنوان مربی تیم ملی در سالهای گذشته چه پیشنهاد یعنی به جون مادر یه قرآن یعنی اینو خود برانکو میشنید جر میخوره خنده برانکو به ایرانکو خیلی وقت تو ایران منطقی بعد بذار ایرانکو به منطق خیابانی خیلی بذار دیگه آقا برانکو بذار دیگه مزخرف نباشه دو دهنت سر نیست هر کدوم اینا داستان‌های جذابی داره و واقعا هم خوندن داره و واقعا هم آموزش داره اصلا تو خیلی هاش مثلا تو اساطیر یونان داستانی هست که هرکول پسر زئوسه اما پسر هرا نیست زئوس مثلا خدای خدایانه هرا خدای الهه مثلا زن کوه المپه کوه المپ هم جایی که خواستگاه المپیک دیگه خواستگاه ورزش کوه المپیک مثلا میگن هرکول برای اینکه باید قوی بشه حتما باید شیر هرا رو بخوره نصف شب میشه زئوس به خاطر اینکه هرا با هرکول بد بوده هرکول رو میذاره مثلا رو سینه هرا شروع میکنه شیر خوردن هرا بیدار میشه میفهمه بر میذاره پرتش میکنه هرکول کنار مثلا شیری که میپاشه کهکشان راه شیری به وجود میاد فیلم اکشن شد خورشید پشتش به ما کهکشان راه شیری هم اینجوری به وجود میاد کهکشان راه شیری همین چیزی به وجود اومد آقا من نمیدونستم دوباره توضیح بده من توضیح میدم هرکول رو گذاشتن رو سینه هرا شیر بخوره اونم زئوس خب که شیر بخوره هرا بیدار شده خب می‌خواست تو خواب بهش از شیرش بخوره بلند شده پرتش کرده اون من بعد حالا نمیدونم چرا باید شیر این بپاشه دیگه میپاشه دیگه خب شاید مثلا هرکول چون دهنش خیلی قوی بوده دهنش قوی بوده اینو زیاد فشار داده گاز گرفته خب اینجا جمع شده وقتی ولش کرده یا پرتش کرده این شیرم از اونجا با فشار پرت شده بیرون کهکشان را شیری درست شده این جدید بود به خدا این جدید بود بیا یعنی ببین مارول داره از زئوس استفاده میکنه دی سی داره از زئوس استفاده میکنه از هرکول داره استفاده میکنه ولی اینو هیچکی نمیدونه اینو این داستان جدیده اینو باید بفرستیم به مارول من چون مارول دوست دارم میفرستم واسه مارول استفاده کنه از این پس جلید. فهمیدی دیگه کهکشان راه شیری چجوری بود دیگه نپرسی یا بد دهنت سرویس یعنی ببین پشموی استنلی تو قبر ریخت استنلی که میدونید کیه استنلی نویسنده مارول با اون تخیلات اینو شای پشماش و پیاره جز از داستان نویسنده خب بزنید دوباره تو همونی هستی که چند سال پیش فکر میکردی خیلی میدونی الان میدونی که اون موقع هیچی نمیدونستی پس بیشتر بخون تا بیشتر بدونی تا بیشتر بدونی که هیچی نمیدونی نه اینکه فکر کنی و ببالی به خود که خیلی میدونی انقدر بخون انقدر بدون تا بفهمی که هیچی نمیدونی انقدر این جمله سنگین بود الان جا داره من بگم سوسماس
چی گفت؟ سوسواز. ببین اینو بخوای من نمیتونم بگم. جدی من نمیتونم بگم اینو. من قاصرم. این همون شعر تو فلسفه میخونه تو فلسفه. سقراط بود، بقراط بود که. فلسفه کلاس چندم؟ کلاس سوم دبیرستان فکر کنم. انسانی میخونیم. آره. خب که نمیدونم. اگر بدانی که ندانی که ندانی ابد و دهر نمیدونم بمانی هم چیزی این همونه فقط یه خور سخت‌ترش آره به فارسی سخت گفت آره بله سلام بر جام جهانی سلام بر روسیه این دیگه چهاریه که باید همینجا بگیم مزدک یه شعاری تو استودیوم میدادن ما که رفتیم آسیا حالا من میگم که ما که رفتیم روسیه دیگه قطر میدونه و... این شعاره که بابا این شعاره رو تو ورزش که آزاده میدم ما که رفتیم آسیا اونو لق آبیا آره اینه اومد جمعش کنه یه چیز دیگه شد باره بار دیگه خدای چی با این دیگه شعاریه که باید همینجا بگیم مزدک یه شعاری تو استودیوم میدادن ما که رفتیم آسیا حالا من میگم که ما که رفتیم روسیه دیگه قطر میدونه و چین و کره و سوریه جمعش کرد جمعش کرد خیلی خوب گفت این هم میشه تو حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودیم واو بریم پشما بچه ها اگه این فیلمو ندیدید حتما برید ببینید جدید خیلی بمبه فیلمش هم قدیمیه اون مثل داداشم بود یعنی اگه نه فهمیدی چی شد پوتر گفتش که فیلم جدیده نه فهمیدم بچه ها اگه این فیلم رو ندیدید حتما برید ببینید جدید خیلی بمبه فیلمش هم قدیمیه اون مثل داداشم بود یعنی اگه نگرانی داشت شاکم بود ناهمواری داشت را شاکش بود یکی از جملات قصار خیابانی رو گفت دیگه آره فیلمش جدیده جدید به دستم رسته ولی قدیمیه در ماها سخت بود هنوزم دیگه نشده هفت دقیقه در فوتسال خودش در 15 دقیقه وقته What the fuck چرا 7 دقیقه تو فوتسال و در 15 دقیقه وقت باشه چون زمینش کوچیکه آها چون زمینش کوچیکه دیرتر میگذر این نظریه زمان رو میبرگرده دهنه سیویس خیابانی سی هر جای دنیا کار بدی که باید بسمی تو تموم بشه هر جایی نیست بالاخره هستا یه گروه هم هستن که تو فضای مدنی چاق بوده اینجا هر کسی نیست هر کس همون بنا هست، هر کس اون قناده هست، هر کس اون بقال هست، هر کس اون نونوا هست، هر کس اون نونوا هست از آن مجازی هست، هر کسی نیست هر کس همون بنا هست، هر کس اون قناده هست، هر کس اون بقال هست، هر کس اون نونوا هست، هر کس اون نونوا هست شب و روزگار خوش شب و روز خوش حرف زیاد میزنی برادر من خب سوتی میشه دیگه این سوتی بود این دیگه سوتی بود این خودش سوتی بود دیگه خودش سوتی به اینیه چرا کلمه هایی که خیلی اینجا نزدیک همه رو چند بار نبا پشت سر هم بگید دیگه بد میشه واو خیلی خوب بود چند خندیدم خدا وکیلی خیلی بد بود اینجا خندیده بودم تمام شد واو خیلی خوب بود رو هم جلا پیدا کرد خیلی حال دارم که آقای خیابون خدای زنده باشی خدا حفظت کنه خدایش واسه ما واسه مردم ایران خیلی خفم بود واسه فوتبال کشور واسه صدا و سیما خدا حفظت کنه آره خیلی حال کردی خیلی خوب بود شما هر چقدر حال کردید لایک و بکوبید من دیگه نمیزنم به خدا اینو نمیزنم نه میزنم آقا ساب بزنید به خدا راه دوری نمیره ما هم اینجا هستیم میمونیم تا 1,000,000 شدن ایشالله میمونیم اینجا هستیم بر کنار هم میگیم میخندیم به شما اگه از این دست ویدیو دوست دارید هم بگید باز براتون درست کنیم اگه دوست دارید کلا حالا ریاکشن که به کنار اون که هست خب و حالا در کنارش حالا این چند روز که میبینید کلا بازار رپ فارس نه به اون چند روز پیش که این همه یهو همه با هم اومد آره نه به الان که کاری چی نمیومد آره چی نمیاد کلا اگه دوست دارید از این کارا بکنیم حالا کارهای مثلا فان انجام بدیم ویدئوهای دیگه بسازیم تو حالا زمینه‌های دیگه حالا هم فان هم حالا چیز تو زمینه‌های دیگه بسازیم بگید کامنتو بکوبید لایکو بکوبید سابو هم آه ببین به خدا اینقدر راحته خیلی به همین راحتیه زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید من قرار بود بگم تام بگو زنگوله رو روشن کنید ویدئوی جدید مطلع بشید اوه چه سیدی تا
تمام شد آقا، دوستتون داریم کلی زیاد. تا ویدیو بعد، مخلص. Drop.